یعنی من تکی این همه آدم رو بدبخت کردم؟ قیمت شیشه 200 میلیون رسیده به 30 میلیون. یعنی چی؟ یعنی وقتی تولید زیاد میشه قیمت میاد پایین. دسترسی آسون بشه آدم ها یا بیشتر مصرف میکنن یا شروع میکنن به مصرف. من نبودم هیچ کدوم این اتفاقا نمیافتاد. تو همین چند ماهی که تو یه نفر دستگیر شدی قیمت شیشه 30 میلیون رسیده به 85 میلیون. دوباره فردا یکی دیگه میاد آشپزخونه میزنه میشه 30 میلیون. زندگیش فیلم شد و اسمش وسط همه مواد فروشای تهران موندگار شد. بچه ی زمزم و پاسگاه نعمت آباد تهران، انگار تموم عقده های زندگیشو گذاشته بود پای خلاف و به همه چیز هم رسید. ولی توی چشم به هم زدن انگار خواب میدید و یهو بیدار شد و تو حیات زندان منتظر اجرای حکم بود. کلی آدمو بدبخت کرده بود و یه مواد فروش حرفه‌ای بود با کلی نوچه. اما این عجوبه ی خلافکارها قاچاقچی باهوشی بود. خوب پول در می آورد و خوب هم خرج میکرد. زندگیش از فقر و یه خونه یه کوچیک تو زمزم به یه پنتهاوس 600 متری تو فرمانیه رسوند، اما بازم راضیش نکرد و چند باری هم سعی کرد خودکشی کنه، تا اینکه ردشو میزنن و بعد از مدت ها تعقیب و گریز با مامورا بالاخره دستگیر میشه. نامش ناصر حاجیلو، معروف ناصر حاجیلی و همون ناصر خاکزاده متری 6 و نیم بود. خب اون دفعه وقتی آزادشو چرا ول نکردی؟ تو که هم پول داشتی همین مشکلاتو نداشتی. چشم سیر نمیشد. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. اگه فیلم متری 6 و نیم دیده باشید حتما میدونید برگرفته از زندگی یه مواد فروش و خلافکار حرفه‌ای تهران بود که پرونده عجیبی داشت. اما فقط قسمتی از زندگیش به تصویر کشیده شد. سعید روستایی که خودش از منطقه پایین تهران وارد هنر شد، از همون محله ها امثال ناصر رو به خوبی دیده و میشناخت، زندگی خلافکاری رو ساخت که نه تنها اون محله و بلکه خیلی از خانواده ها رو بدبخت کرد و زندگیاشون رو سوزوند. اما هنوزم میگن ناصر اسطوره بود و آدم خوبی بود. چندین بار دستگیر شده بود اما با رشوه از دست مامورا در میرفت و پروندهش بارها به نتیجه نرسید. به مردم کمک میکرد و پولی که در میآورد و خرج بدبختا و خانواده های نیازمند میکرد. بچه یه ته خط فلا و گلچین تهران با عقده بیپولی و زندگی تو بدترین شرایط بزرگ شد و با خودش عهد کرده بود دست خانوادهشو بگیره و از اونجا ببره که برد. ناصر از همون بچگی عشق لاتی داشت و شرایط زندگیش انقدر بد بود که میخواست هم خودش هم خانوادهشو از اون وضع نجات بده. زندگی توی کوچه تنگ و خونه نم گرفته یه منطقه زمزم ازش یه خلافکار مواد فروش ساخت که توپ تکونش نمیداد. اما سرنوشت همون بچه های پایین شهر و محروم و البته با استعداد که به خاطر شرایط بد اقتصادی مجبور میشن برن سمت خلاف و بزهکاری که هم به نیازهاشون برسن هم زندگیشون رو سر و سامون بدن، عاقبت تلخی میشه. ناصر از یک کاسب مواد کوچیک تو محله به یک قاچاقچی تبدیل شد که توناژ بالا جا به جا میکرد و زندگیشو تو 5 سال از این رو به اون رو کرد. آشپزخونه داشت و کاسب ناس هم بود. هم تولید میکرد و گهگاهی قاچاق هم میکرد و از مرز خارج میکرد. ماشین باز بود و چند تا موتور سنگین هم خریده بود. همه ی اون چیزی که تو زندگیش نداشته به یک بار تو دستش میدید. از ماشین پورش و BMW و بنز گرفته تا موتور و پنتهاوس زندگی لاکچری. به یه جایی رسیده بود که ماشین وارد میکرد و بعد از اون ماشین رو دستکاری میکرد و از شرکت های وارد کننده بابت ایرادهای ماشینی که خودش ایجاد کرده بود شکایت میکرد و خسارت میگرفت. آشپزخونش انقدر بزرگ شده بود که خیلی ها رو توش استخدام کرد و براش تولید میکردن. بچه یه پاسگاه نعمت آباد از بچگی عقده شد براش که خانوادش رو دور و بریاش رو سر و سامون بده که همین کار رو میکنه. اما تو همون بانده فروش مواد مخدرش اختلاف پیش میاد و سر یه داستان لو میره، اما بازم فرار میکنه. ناصر حاجیلی اطراف محله و جایی که کاسبی میکرد و پر دوربین کرده بود که همه یه رفت و آمدها رو زیر نظر داشته باشه. اما در نهایت در پی گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی در خصوص تهیه و توزیع مواد مخدر توسط فردی به نام ناصر، دستگیری این فرد در دستور کار مامورای کلانتری قرار می‌گیره با اقدامات پلیسی برای انجام تحقیقات بیشتر با توجه به سابقه دار بودن این فرد صورت می‌گیره.
بعد از انجام تحقیقات درباره نوع فعالیتش، مامورا با توجه به سوابقش ساعت 2 صبح به مخفیگاه اون اعزام میشن و با استفاده از شگردهای پلیسی عملیات دستگیری اون رو آغاز میکنن، اما اون از اونجا فرار میکنه. ناصر حاجیلو ماشین لوکس داشت و زندگی لوکسی دست و پا کرده بود. انقدر گنده شده بود که یک کارتل مواد مخدر با کلی خدمه و کارگر و نوچه در اختیار داشت و خودش هم عشق و حالش رو میکرد. خانوادش رو از پایین شهر برده بود یه منطقه خوب و به همه یه بستگانش سر و سامون داده بود، اما خودش هنوز یه چیزی کم داشت. هنوز حالش خوب نشده بود و میدونست دیر یا زود این بازی کثیف تموم میشه. دست به خودکشی میزنه اما کارش تموم نمیشه. اون وسط عاشق یه دختر میشه که برخلاف فیلم که اون دختره لوش میده، دختری که عاشق ناصر بود تا آخر بهش متعهد میمونه و هیچ وقت لوش نمیده. مامورا بعد از مدت‌ها ردزنی بالاخره آشپزخونه‌ش رو پیدا میکنن و میریزن توش و هر کی توش بود و دستگیر میکنن، اما خبری از ناصر حاجیلو نبود. مامورا در همون ابتدای ورود ضمن دستگیری متهما میفهمن که این مکان محل بسته‌بندی شیشه بوده و طبق شواهد و قرائن این متهم‌ها مدت‌ها بود که در این مکان فعالیت می‌کردند. کلانتری 159 بیسیم با اشاره به اینکه در بازرسی اولیه حدود 100 گرم شیشه در محل کشف کرده گفته بودند. با توجه به وجود یک عدد گاوصندوق و عدم همکاری متهمان در باز کردن در به اون طی هماهنگی تلفنی، یک نفر قفل‌ساز جهت باز کردن قفل گاوصندوق به محل مراجعه می‌کنه. وقتی این گاوصندوق باز میشه، مقدار 5130 گرم شیشه، 70 گرم کراک، 50 گرم حشیش کشف و ضبط میشه. تا اینکه خونش رو تو بالا شهر پیدا میکنن و مامورا میرن سراغش. ناصر حاجیلو توی خونش با موادی که همراهش بوده دستگیر میشه و با توجه به سوابق مختلف تو پروندهش و مدت‌ها تعقیب و گریز، براش حکم سنگین اعدام میبرن. سعی میکنه با رشوه حکمش رو به حبس ابد تغییر بده. اما هرچی میزنه به در بسته میخوره. آجاقا ما از روی شیکم سیری این کار رو نکردیم که، پول نداشتیم فقط، همین. وقتی 30 گرم حکمش اعدام، 500 کیلو هم اعدام، خودم دست میذاره رو 500 کیلو که حداقل پولی دستشو بگیره دوتا از عقدای بچگیش تلافی. ناصر حاجیلی سعی میکرد آدم پولداری باشه و ادای آدم حسابیا رو در بیاره و خیلی ها هم کمکش کردن که اونطوری که دوست داره باشه، ولی از خود واقعیش لات و لوت بچه پایین نمیتونست جدا بشه. خانوادش هم نمیتونست این همه تغییر رو یه جا بپذیره. همونجا فهمید هرچی تلاش کرده بیفایده بوده. ناصر حاجیلی تسلیم میشه و زندگیش تو همون بند زندان تموم میشه. سعی میکنه همه ی جرمها رو بندازه گردن شریکش. اما با توجه به شواهد موجود و اعتراف چند تا از رفقای نزدیکش که اونو فروخته بودن، پروندهش سنگین‌تر و مستندتر از قبل میشه و اونجا بود که تو زندان و انفرادی فهمید کارش تموم شده. اینقدر پروندهش سنگین بود که با هیچ رشوه‌ای بسته نمی‌شد، دست بد مامورایی هم افتاده بود. حاج آقا من دستمو زدم برگشتم، مرگ و زندگیم هیچ فرقی به حالم نمی‌کنه. چون من با 5 سال خلاف یه جوری زندگی کردم که شاه نکرد. من از دنیا هیچی نمی‌خوام. فکر مرگ و قبر و هر چی هم شما بگی کردم. ترسم هم ریخته، ولی فکر اینجاشو نمی‌کردی نه؟ این یه کارو با من نکن. اوجوبه لاتی و قاچاقچی مواد تهران حکم اعدام تو پروندهش خورده میشه و تمام اموالش رد مال میشه و خانواده‌اش به همون زندگی قبلی که داشتن برمیگردن. در نهایت ناصر حاجیلو یا همون ناصر حاجیلی در سال 1391 اعدام میشه و پروندهش با کلی شاکی و اتهامات گوناگون و جرائم مختلف برای همیشه بسته میشه. من از چی میسوزم؟ ببین من هر کاری که تو فکرشو بکنی، اون شب که اینا ریختم منو بگیرن، من قبلش خودم ترتیب خودمو داده بودم، 11 ورق قرص خورده بودم، 1 ساعت دیرتر میرسیدن تموم بود. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.